بابت کمک های 1 میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از دیدار بی‌نتیجه با رهبران در افغانستان اعلام کرد که آمریکا تصمیم گرفته تا 1 میلیارد دلار از کمک‌های خود را به کابل قطع کند. با گزارش سپوتنیک پس از آنکه مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رهبران افغان در کابل دیدار کرد و دیدارهای آنان بی‌نتیجه پایان یافت، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کمک‌هایش به افغانستان را امسال تا 1 میلیارد دلار کاهش می‌دهد و نیز کاهش 1 میلیارد دلار دیگر را سال آینده میلادی بررسی خواهد کرد. آقای پامپیو در بیانیه با انتقاد تند از تنش میان غنی و عبدالله، این تنش‌ها را به احترامی به افغان‌ها، آمریکایی‌ها و شرکای ائتلاف جنگ افغانستان دانست. او گفت که ناکامی در رهبری حکومت افغانستان تهدید مستقیم برای منافع ملی امریکا است و ایالات متحده میزان همکاری‌های خود را با دولت افغانستان به طور فوری مورد بازبینی قرار خواهد داد. وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در اعلامیه گفته است که در میان دیگر اقدامات، ما امروز تعدیل در مصارف ما در افغانستان را اعلام می‌کنیم و به صورت آنی 1 میلیارد دلار از کمک‌های ما به افغانستان را امسال کاهش می‌دهیم. ما همچنان بازنگری تمام برنامه‌ها و پروژه‌های خود را آغاز خواهیم کرد تا کاهش بیشتر را مشخص کنیم و تعداد ما در نشست‌های آینده کشورهای کمک کننده به افغانستان را بازنگری می‌کنیم. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده که ایالات متحده آمریکا تنها رای علی اختلاف موجود در افغانستان را یک توافق سیاسی می‌داند و از هر یک حکومت فراگیر حمایت می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اخیر با اشاره به روند صلح از تشکیل نشدن هیئت گفتگو کننده دولت و تبادل زندانیان انتقاد کرده و گفته است رهبران افغانستان همسو با تعهدات خود در قبال توافق دو جانبه همکاری میان آمریکا و افغانستان عمل نمی کند و از تشکیل یک تیم همه جانبه برای گفتگوها میان افغانها باز مانده و یا از تسهیل زمینه برای آزادی زندانیان غافل مانده. اقدامات بر رسیدن به یک توافق سیاسی و فراهم کردن آتش بس گسترده کمک می کند. ایالات متحده آمریکا در این اعلامیه رهایی برای بازنگری این تصمیم نیز گذاشته و گفته است که اگر رهبران افغان رای تشکیل یک حکومت همشمول را انتخاب کنند که بتواند امنیت را تامین کند و در روند صلح اشتراک کنند، ایالات متحده آمریکا آماده است تا از این تلاش ها حمایت کند و بازنگری امروزش را پس بگیرد. این در حال است که منابع نشست مشترک پامپیو با رهبران افغانستان به نتیجه پایان یافت. منابع میگویند که نشست مشترک مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله برای حل تنش‌ها میان دو طرف به نتیجه پایان یافت. در اوج تنش‌ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر یک روزه برای میانجیگری میان این دو رهبر سیاسی به کابل آمده است تا بحران پیش آمده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری را حل می‌ساخت. منابع میگویند که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به دوحه برگشته است. عادله بهرام نظامی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی گفت: ما اگر از خودخواهی های خود نگذریم، وضعیت خود را وابسته به بیرونی ها نکنیم، این خوب خواهد بود و به نفع مردم افغانستان خواهد بود. آقای پامپیو پس از دیدار مشترک با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله دیدارهای جداگانه نیز داشته است. صلح، امنیت و وضعیت سیاسی افغانستان محور بس میان دو طرف بوده است. امید میثم معاون سخنگوی عبدالله عبدالله گفت در این نشست پیرامون امنیت پروسه صلح افغانستان و همچنان ضرورت حل بحران سیاسی جاری که میان افغانها وجود دارد بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پیش از این منابع از تلاشها برای ایجاد یک آیت فراگیر سخن گفته بودند. بر بنیاد آن طرح عبدالله عبدالله خواهان نقش اجرایی و ریاست شورای وزیران در این حکومت بود، اما رئیس جمهور غنی مخالفت نقش اجرایی عبدالله عبدالله در حکومت آینده بود. با آن هم دیده شود که فرجام تنش‌های میان این دو طرف به کجا خواهد انجامید.
همچنان وزیر خارجه آمریکا با ملا برادر دیدار کرد. 8 صبح کابل. گروه طالبان اعلام کرد که ماک پمپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با ملا برادر معاون سیاسی این گروه در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. این گروه با نشر اعلامیه گفته است که این دیدار ناوقت شام روز دوشنبه 4 حمل انجام شده است. در اعلامیه طالبان آمده است که دو طرف در این دیدار روی تطبیق پیشرفت موافقتنامه و رهایی هر چیز زودتر زندانیان تاکید کردند. طالبان گفتند که ماک پمپیو و ملا برادر هر دو در این دیدار اظهار کردند که عملی کردن جدید توافقنامه را را برای مذاکرات بین الافغانی، نظام سیاسی و اسلامی آینده، صلح دائمی و آتش بس فراهم خواهد کرد. طبق اعلام طالبان، وزیر خارجه آمریکا اطمینان داده است که بر اساس مفاد توافقنامه صلح، نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان است. مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله که به عنوان رئیس جمهور دولت همه‌شمول سوگند یاد کرده است، دیدار کرد و به دنبال آن به قطر رفت. وزارت خارجه آمریکا پس از این دیدارها با نشر اعلامیه شدید از اختلاف ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله انتقاد کرد. این وزارت ادامه اختلاف ها میان این دو رهبر را تهدید علیه امنیت ملی آمریکا و به احترامی به افغان ها، آمریکایی ها و همه کسان توصیف کرده است که به گفته وزارت خارجه آمریکا در افغانستان برای آوردن صلح تلاش کردند. وزارت خارجه آمریکا همچنان از قطع 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش به افغانستان خبر داد و تأکید کرد. در صورتی که دولت فراگیر تشکیل نشود، سال آینده نیز 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش را قطع خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از رهایی نشدن زندانیان دولت و طالبان و نیز عدم تشکیل هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان برای مذاکرات بین الافغانی انتقاد کرده است. بر اساس توافقنامه صلح که میان آمریکا و طالبان در دهم اوت امضا شد، باید 5000 طالب از زندان حکومت و 1000 نفر دیگر از زندان‌های طالبان آزاد می‌شدند. برغم صدور فرمان از سوی محمد اشرف غنی، تا اکنون هیچ زندانی رها نشده است. درست پیش نخستین گفتگوهای مستقیم میان هیئت فنی دولت و طالبان برای بحث روی این موضوع از طریق ویدیو کنفرانس آغاز شد. کرزی به آمریکا: افغانستان میدان رقابت با دیگر کشورها نیست. رئیس جمهوری پیشین کشور در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی وی منتشر شده گفته است که جلوگیری از مداخله انحصارگرانه در روند صلح، افغانی کردن این روند و آغاز مذاکرات میان افغانها به تحکیم حاکمیت ملی مردم افغانستان کمک می‌کند. به گزارش اسپوتنیک، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته که از افغانستان برای تقابل و رقابت با کشورهای دیگر استفاده نکند و باید حضور آن کشور در افغانستان باعث تحکیم همبستگی و ثبات در منطقه گردد. رئیس جمهوری پیشین کشور در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی و این منتشر شده، از علاقمندی کشورهای همسایه و منطقه در پیوان به تسریع روند صلح در افغانستان نیز استقبال نموده است. در اعلامیه که به نقل از کرزی آمده است، جلوگیری از مداخله انحصارگرانه در روند صلح، افغانی کردن این روند و آغاز مذاکرات بین الافغانی به تحکیم حاکمیت ملی مردم افغانستان کمک می کند. این در حال است که روسیه و ایران هر کدام در اعلامیه‌های جداگانه از اوضاع جاری در افغانستان و اثرات منفی آن بر روند صلح و امنیت منطقه‌ای ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه وزارت خارجه ایران که روز گذشته منتشر شد آمده است که ایران با نگرانی وضعیت سیاسی و امنیتی در افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند و در مورد تبعات غیر قابل پیش بینی اختلافات پیش آمده در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر ثبات داخلی و اثرات منطقه‌ای آن احساس خطر می‌کند. وزارت خارجه ایران از رهبران سیاسی افغانستان و کشورهای منطقه نیز خواسته است که از تمام ظرفیت‌های موجود برای یافتن راه بیرون رفت از اختلافات پیش آمده بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله استفاده کنند. وزارت خارجه افغانستان اما در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه ایران گفته است که افغانستان روابط رو به توسعه با ایران دارد و با توجه به مشترکات زیاد تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور،
توقع نمی رفت که جمهوری اسلامی ایران چنین دید سطحی نسبت به قضایا و مسائل افغانستان داشته باشد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را دنبال کنید.